در برنامه امروز میخواهم درباره تاریک‌اندیشی سخن بگویم. تاریک‌اندیشی واژه‌ای است نو در زبان فارسی، در متن‌های کلاسیک نیامده و در لغتنامه خدا دیده نمی‌شود. سبب این است که این بگرت کنسپت مفهوم مانند ده‌ها بگرت دیگر زایده پیشرفت‌هایی است که در دو سه صدی گذشته در زمینه‌های علمی و فلسفی در کشورهای اروپایی روی دادند. در زبان ما وجود نداشتند و در زبان‌های اروپایی به ویژه فرانسه، انگلیسی و آلمانی ساخته شدند. یکی از این بگردها ابسکورانتیسم است که در فارسی تاریک‌اندیشی را در برابر آن گذاشتند. ولی تاریک‌اندیشی همه معناهای ابسکورانتیسم را نمی رسانند. گاهی تاریک ورزی گویاتر است. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. کهن‌ترین کاربرد واژه ابسکورانتیسم در زبان فرانسه است و به سال 1819 باز می گردد. 30 سال پس از انقلاب بزرگ فرانسه. این واژه نخستین بار در مقاله‌ای در روزنامه سیاسی ادبی لو کانستیتوسیونل که در پاریس منتشر می‌شد به کار رفته است به معنای دشمنی با روشنگری و روشنایی‌یابی، ستیزه با دادن آگاهی و فرهنگ به توده مردم. ابسکورانتیسم از ابسکور ساخته شده، از لاتین ابسکورسوس به معنای پوشیده، تاریک، تیره، از پیشوند اب به معنای بر، روی و اسکورسوس پوشیده، از مصدر اسکوراره پوشیدن، سرپوش گذاشتن، به اضافه پسوند ایسم که نشان دهنده رویه، مش، مسلک و کنش است. 15 سال بعد در سال 1834 این واژه در انگلیسی هم به همان معنای مخالفت با روشنگری، روشنایی‌یابی به کار رفت. بگرت ابسکورانتیسم زائیده پیکار میان هواداران روشنایی‌یابی یا آزاداندیشی و پیروان پندارهای گذشته است. روشنایی‌یابی یا روشنایی‌جویی همه چیز را به پرسش می‌کشد و می‌خواهد چونی و چرایی آنها را دریابد. تاریک‌اندیشی با روشنبینی در ستیز است، چون جستجوی بی‌قید و شرط باورهای ثابت نشدنی او را ویران می‌کند. پیش از آنکه تاریک‌اندیشی را بشکافم، باید کمی درباره جنبش یا عصر روشنگری یا روشنایی‌یابی سخن بگویم. تا پیش از رنسانس، نوزایش، انسان اسیر باورهای کهن بود. میپنداشت که باید پاسخ به پرسش‌های بنیادین خود را در نوشته‌های گذشتگان یا کتاب‌های مقدس بیابد. کشف آمریکا در سال 1492 پیامدهای مهمی برای جهانبینی انسان داشت. انسان قاره‌ای را کشف کرد که کتاب جغرافیایی بطلمیوس، مهمترین مرجع جغرافیای باستان زمان، از آن ناآگاه بود و این ضربه مهمی بر جایگاه اندیشه های بطلمیوس وارد آورد. بطلمیوس همان اخترشناسی است که زمین را مرکز گیتی می دانست و اندیشه هایش بیش از 1000 سال بر اخترشناسی تسلط داشتند و بخشی از باورهای دینی مسیحی شده بودند. با کوپرنیک و گلیله و کپلر در سده های 16 و 17 پی بردیم که زمین مرکز گیتی نیست و این برخلاف آموزه های دینی بود و کلیسا را سخت خشمگین کرد. مطالعه سنگ ها و کوه ها در زمین شناسی نشان داد که سن زمین به میلیاردها سال میرسد و داستان آفرینش در کتاب‌های مقدس افسانه‌ای بیش نیست. همچنین در نیمه نخست صدی 19 داروین به ما آموخت
که انسان نوع فرگشت یافته یکی از شاخه های میمون هاست. کلیسا و روحانیان با این دانسته های علمی به ستیزه برخواستند و با انواع حیله ها آنها را کوبیدند. در چنین گیروداری بود که به گرت ابسکورانتیسم پا گرفت. ابسکورانتیسم با پیشرفت دانش و شناخت می جنگد و نمی پذیرد که انسان می تواند با اندیشه و خرد به نادانسته ها دست یابد و پیش رود. جنبش روشنگری در سده 18 با تاریک اندیشی به پیکار پرداخت، زیرا آن را دشمن آزاد اندیشی، پیشرفت و دموکراسی می دانست. ایمانوئل کانت، یکی از فیلسوفان برجستی عصر روشنگری می گوید روشنگری یا روشنایی‌یابی رهایی انسان است از کودکی یا قیمومیتی که خود برای خود ساخته است. مقصود از قیمومیت ناتوانی انسان است در بکار بردن خرد و فهم خود بدون ارشاد کسی دیگر. کانت تاریک اندیشی را نه در ناتوانی انسان از فهمیدن پدیده ها، بلکه از نداشتن جرأت برای اندیشیدن و فهمیدن می داند. شعار او این عبارت لاتین است: sapere aude، یعنی جرأت آن را داشته باش که اندیشه خود را به کار گیری. از میان ویژگی های جنبش روشنگری می توان اینها را نام برد: اطمینان به خرد انسان، اعتقاد به پیشرفت با دانش ها، بهبود زندگی انسان ها، آزادی های فردی، دولت پیرو قانون و دموکراسی. تاریک اندیشی با دموکراسی سازگار نیست، چون تاریک اندیشان مردم را نادان و خود را قیم آنان میپندارند. آنان در واقع به مردم میگویند که نیاز ندارید میاندیشید، ما به جای شما اندیشیده ایم، از آن چه میگوییم پیروی کنید، رستگاری شما جزی نیست. تاریک اندیش واقعیت های ثابت شده علمی را رد میکند و خرافات گذشته را که یادگار دوران ناآگاهی انسانند بر دستاوردهای دانش‌های نوین ترجیح می‌دهد. می‌کوشد از گسترش و پخش شناخت جلوگیری کند. پیکار با ابسکورانتیسم هدف اصلی اندیشمندان دوران روشنگری اروپا در سده 18 بود. از این رو بود که ولتر در سال 1765 هجو نامه درباره خطر هراسناک خواندن را نوشت، زیرا خواندن متن‌های روشنگر که از خرافات گذشته انتقاد می‌کنند به انسان آگاهی می‌دهد. اندیشمندان عصر روشنگری پی برده بودند که بهبود رفتار اجتماعی انسان نیازمند گسترش هرچه بیشتر دانش‌ها در میان مردم است. آنان دریافته بودند که همبستگی هست از یک سو میان ناآگاهی و بندگی و تسلیم و سوی دیگر میان دانستن و آزادی خواهی. پروژه دانشنامه دالامبر و دیدرو که دانشها را به میان توده مردم می برد بر پایه این برداشت بود، همچنان که اپرای نی سهرامیز موزار که یکی از شاهکارهای موسیقی کلاسیک است. یکی از چهره‌های سرشناس تاریخ اندیشی که با اندیشمندان عصر روشنگری مخالفت می‌کرد، ژوزف دومتر، فیلسوف، سیاستمدار، تاریخ نویس و قاضی فرانسوی است که هنگام انقلاب فرانسه 36 ساله بود. دومتر معتقد بود که ناآگاهی مردم از واقعیت‌های بنیادین، به ویژه آنچه مربوط به جامعه می‌شود، برای اداره جامعه ضروری است. به سخنی دیگر، برای اینکه قدرت در دست خاندان‌های شاهان و روحانیان بماند، باید از آگاه شدن مردم جلوگیری کرد. دومتر تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید نادانی برتر از دانستن است، زیرا دانش آفریده انسان است، حالان که نادان بودن خواست خداست. فیلسوف، ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی نیکولا دو کندورسه که یکی از پدران انقلاب فرانسه است، به نقد از تاریک ورزی اشرافیت در مسئله های اجتماعی پرداخت و از تبانی آنان با روحانیت سخن گفت.
اندیشه های کندورسه سهم مهمی در شکلگیری خواسته های انقلاب فرانسه داشت. گفتم که واژه تاریک اندیشی همه معناهای ابسکورانتیسم را نمی رساند، زیرا پسوند ایسم در اینجا به معنای اندیشیدن نیست، به معنای مسلک، عمل کردن، به کار بردن و کنش است. ابسکورانتیسم تنها تاریک اندیشی نیست، تاریک ورزی هم هست. اگر در گذشته ها به سبب گسترش نداشتن دانش ها بسیاری مردم باورهایی داشتند که زاییده ناآگاهی بود، امروزه بسیاری هم هستند که تاریک ورزند، از آن نان میخورند، به تاریک ورزی دامن میزنند و از این راه سودهای کلان مادی میبرند. در این میان وضع به اصطلاح نواندیشان دینی ایرانی هم یاد کردنی است. اینان به تاریک اندیشی بنیادین دین کاری ندارند. مسئلهشان نحوه عملکرد روحانیان است. تاریک اندیشی را نگاه می‌دارند و مسئله های فرعی را جایگزین مسئله اصلی می‌کنند. نواندیشی دینی هم اصطلاح جالبی است. ممکن است که این موضوع برای خود آنان تازگی داشته باشد، ولی این گونه بحث ها را اروپاییان صده ها پیش کردند و به کناری گذاشتند. کار اینان در واقع تاریک اندیشی نوین است و اگر بخواهیم سخن پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی را به کار ببریم، میتوان گفت تاریک اندیشی بازگشته است، ولی این بار توسط کسانی که خود را مدافع منطق و خرد میدانند. نباید در برابر آنان سکوت کرد. گفتم که ابسکورانتیسم معنای دیگری هم دارد که واژه تاریک اندیشی آن را نمی رساند و آن تاریک نویسی، دشوار نویسی است در متن‌های فلسفی. در اینجا هم می توان در فارسی واژه تاریک ورزی را به کار برد. کم نیستند فیلسوفانی که تاریک ورز خوانده شدند. برای نمونه ایمانوئل کانت، فیلسوف بزرگ صدی 18 که خود یکی از چهره های برجسته عصر روشنایی یابی اروپا است. ویژگی کانت این است که بسیار دشوار می نویسد و بنابراین فهم او آسان نیست. مارکس از تاریک ورزی فیلسوفان ایدئالیست آلمان انتقاد می کند، حالان که خود بارها دستخوش چنین انتقادی شده است. از میان فیلسوفان تاریک ورز معاصر میتوان هایدگر و برخی پیروان او، به ویژه ژاک دریدا و ژاک لاکان را نام برد. اثرهای فلسفی دریدا در محفلهای دانشگاهی انتقاد بسیار برانگیختند. وقتی دانشگاه کمبریج با وجود مخالفت دانشکده فلسفه این دانشگاه و فیلسوفان دیگر در جهان به او دکترای افتخاری داد، مخالفان در مقاله‌ای که در سال 1992 در The Times لندن منتشر کردند نوشتند سبک نوشتن او تاریک ورزی است، فهم را به چالش می‌کشد و اثرهایش برای فهمیدن نوشته نشده. ماجرای آلن سوکل استاد فیزیک دانشگاه نیویورک هم جالب است. سوکل در سال 1996 مقاله پژوهشی به مجله سوشال تکست فرستاد. تخصص این مجله انتشار مقاله های اکادمیک فلسفی پسانوین پست مدرن است. مقاله استاد سوکال ظاهری بسیار فلسفی و پژوهشگرانه داشت و فیزیک کوانتوم را با اندیشه های اجتماعی پسامدرن پیوند میداد، ولی چیزهایی که در آن می آمدند عمدن بی سر و ته، یاوه، بی پایه و غلط بودند. مجله سوشال تکست مقاله را بی کوچکترین انتقادی منتشر کرد و این رویداد بسیار هراسناکی بود برای درستکاری اندیشه‌ای. وقت ما به پایان رسید. هدف استاد سوکال انتقاد از گرایش کنونی به سوی مبهم نویسی و تاریک ورزی در دانش‌های اجتماعی بود. می‌خواست نشان دهد که کار تاریک ورزی در این دانش‌ها گاهی به شیادی فکری می‌پیوندد.